بیبی اون زنه رو میبینی اونجا؟ دوبار شوهر کرده، سر همه شوهرش هم خورده. سر خور. خوب جیک تو جیک شدید با هم. خیلی مادر شوهر خوبی داری، آنالیزش حرف نداره. میدونستی دختر اقدس خانم که میگه پام پیش خورده دروغ میگه مشکلش مادرزادی بوده؟ خدا نصیبت کنه ایشالله. بیبی خانم تو رو خدا اصلا نرو، همینجا بمون. شوکت حرفایی میزنی وا. بیبی دو تا بچه دیگم داره، باید به اونا هم سر بزنه. نمیشه که سایه الطافش فقط شامل حال ما بشه، که بالاخره شمسی و دخترش هم دلتنگشن. مهمان سخت عزیز است، ولی همچون نفس خفقان آرد اگر آید و بیرون نرود. خیلی سنگین بود. گفته به این میگن شاعر، ولی من بچه‌مو تنها نمیذارم. یه فکرایی هم براش کردم. عذرا، یعنی ناصر بهت هیچی نگفته؟ بیچاره ناصر به فنا رفت. وای به روزگارت ناصر، اگه به ضرر مو باشه. دقیقاً به نفعتونه. من زمینا رو فروختم، پولشو دادم ناصر تا یه خونه نزدیک بچه‌ها واسم بخره. آره برو تک شمسی. دوست داشتم، ولی ناصر طبقه بالای خونه خودتونو واسم خریده. میام تک تو عزی جون. یعنی میای طبقه بالا عزراینا؟ همش با هم دیگه میشینیم دمه در؟ اکلیپمون کامل میشه، گنگمونم میره بالاتر. فکرشو بکن، یه نفر بیشتر، یه دوربین امنیتی بیشتر. اون همسایه جدیده تازه اومده، از دستمون در رفته، اونم میتونیم به پایین. ناصر نگه نیای خونه. شوکت من جای مامانتم. شوهر تو با پسر من روزی سه بار میرن خر پشته چه کار کنن. ناصر دیروز ساعت 11 رفته توالت، ساعت 2 از توالت در اومده. بابا دوتا مردن با هم میشینن تک و تعریف میکنن، مثل ما که نشستیم تو کوچه. تو خیلی شوتی. اینا پیکنیکی شدن، باید ترک کنن. بابای خدا بیا مرزشم بین ترک کردن و پیکنیکی بودن، مردن رو انتخاب کرد. ای بی بی راسته که بالا رو گرفتی؟ دمت گرم. آره قربونت برم مادر جون، ولی تو هم خیلی ولی، باید یکم جمع جورت کنم. الان کجا حاضر شدی بری؟ با دوستم مهیار میخوام بریم بیرون. خب این دوستت کوش ببینمش. مهیار؟ مهیارا؟ سلام، نفر جدید آوردین تو اکیپتون؟ سلام. مادر بزرگمه دیگه. مادر جون من خیلی تعریفتو شنیدم، خیلی دلم میخواست ببینمت. تو منو ندیده انقدر مشتاق دیدارم بودی؟ آخه یه اصلی هست که میگه دشمن دشمن من دوست من است. توف. استال رو